سلام، برعکس یوتیوب، سوال اقتصادی هستم. براتون یه اپیزود دیگه داریم با یکی از محبوب ترین مهمونه که تا داشتیم، پارسا از آمریکا. یی از این باد کانکر بود. خدایی خیلی دوست داشتم، یعنی دارم میگم بهت، من دختر رو بردم اینجا که ممش انداخته بیرون، باز اون فوش خورده، یعنی دیگه من نمیدونم از این محبت بیشتر کی میتونه چیکار کنه. و خیلی دوست داشتن، چون پارسا داشت قبل از چیز میپرسید که واقعا مردم مثلا من دوست داشتن، اینجوری گفتم که نه خیلی با تو خیلی حال کرده بودن، و دلیلش هم به خاطر اینکه خودش بود. ما اون روز که زب تموم شد، پارسا گفتش که سوال تو خیلی اینترویوئر خوبی هستی، چون باعث شدی من کاملا راحت باشم و خودم باشم و اصلا استرس نشم. قبلش فکر می‌کردم خیلی با سخت باشه، و به خاطر این موضوع که خودش بود و راحت شده بود، خودش بود. و من یه چیزی فهمیدم، آقا مردم از فیلم خسته شدن، مردم انقدر همه چی فیلمه، از فروشنده سر کوچه تا مثلا من میرم استارباکس چه میدونم یه کافی بخرم، بعد یارو میگه خیلی متشکرم که اومدی، و من میدونم که یارو داره میگه ما تو نمیدونم، من نشستم اینجا ریلکس داشتم کارامو میکردم، من باید بلند شم باید شیر دعا کنم، چرا یارو داره دروغ بهت میگه دیگه، همه دارن فیلم بازی میکنن. بعد اینی فکتی که منم چون خودم توی بفرمایشم که رفتم اونجا دیده شد که مردم اولش از من خیلی بهشون اومد، روز اول، دوم، روز سوم، چهارم کارت برگشت، چون آقا این اینیختیه، اخلاقش اینه، ریلکس، بگو بخنده، موضوع رو میخواد جالب کنه، اگه چیزی بلد باشه شیر میکنه، چیزی بلد نباشه یاد میگیره، و و و و و خاله من فکر کنم تو هم همین داستان به سرت اومده، تو به خاطر اینکه خودت بودی و فقط گفتی خندیدی، مردم خیلی باحال کردن. بعدش هم بهت گفتم موفق شدی، یه حالتی هستی که مردم آرزوشونه، یعنی دریم آدم ها هستی که من بلند شم از ایران یا از هر جای دنیا برم اونجا به یه کاری بکنم، موفق شم، بشم مثل پارسا، و توی دیوونه میگی من میخوام موفق شم. اول که دمت گرم. سوال ببین، من هم خیلی دوستشون دارم، یعنی خدایی چند نفر، من الان 50 نفر فالوور دارم، علاوه بر کسی که داشتم 50 نفر دارم که باشون حرف میزنم، خیلی باحاله، یعنی اصلا عشق میکنم این توجه رو که میگیرم، مثلا دایرکت میاد که پاسا جا من دیدم خوش گذشت، مثلا باحال بود، من عشق میکنم. منم خیلی عشق آره میکنم. این خدایی خودت بودنه خیلی مهمه، چون هممون داریم، همه آدمی که من دارم میبینم دارن میرن سمت اینکه شبیه یه شخصیتی تو سوشال میدیا باشن، فلانی تو اینستاگرام دیده میخواد شبیه اون باشه، ولی اونه نمیشه، تو خودتی، میدونی چی میگم، تو باید آیدی های خودتو بیاری جلو، بریز بگی آقا من اینم. من اون روز که اومدم اولین بار تو جلو دوربین خدایی، بعد حالا کلی فیدبک گرفتم که خیلی خوب بود، دوربین نترسیدی، گفتم ببین من اگه این دوربین این قرار نبود اینجا یوتیوب پخش بشه چی بود داستان، من با سوال فیس تایم میکردم در مورد قضیه صحبت میکردم، همینجوری که صحبت هم میکنی مرد روی تو فیس تایم، درسته، گفتم اصلا فکر کنم فیس تایمه، هرچی هستی هستی دیگه، فیس تایمه، همین رو رفتم جلو. آره خیلی خوبه، برای اینکه این حرفت خیلی جالب بود، الان همه خیلی دلشون میخواد شخصیت یوتیوبی و اینستاگرامی بشن، و به قول تو همه یه دو نفر رو دارن که میخوان اون بشن، برای همین دارن سعی میکنن یه نفر دیگه باشن کاملا، که اشکالی نداره، نگم چیز بدی نیستش که مثلا میتونی شخصیت عوض کنی، مثلا بامزه بشی، مثلا مهران مدیری میگه من بامزه نبودم، بعد فهمیدم مردم چی میخندوناشون، شروع کردم اون کارا رو کردن که مردمو بخندونا، خب جز یکی از بامزه ترین آدمای کشور شد. واسه همین ایرادی نداره که کپی کنی، ولی کلن مردم اگه یه نفر وجود داشته باشه که کپی نباشه، با این موضوع خیلی حال میکنن، چون میگن این یارو خودشه. حالا قبل از اینکه خیلی بریم توی داستان کلک، امروز برنامه راجع به چت جی پی تیه، چت جی پی تی هم یه در واقع فرض کن تمام آدم های خیلی باهوش دنیا دور هم جمع بشن و هر چیزی که ازشون بپرسی کالکتیوی بتونن با هم فکر کنن جواب بدن. کاری که کرده روی فکر میکنم 20 بیلیون یا 200 بیلیون خط زبون آدما رو نشسته نگاه کرده، بیست روی اون داره میگه، یعنی حرفای مردمه در واقع، عقلش فقط از اینجا داره میاد. بعد حالا ورژن بعدیش هم قراره بیاد که میگن 50 برابر از این قوی تر میشه، اگه این 20 بیلیونه اون میشه مثلا 10 تریلیون. ولی همون پولیه
نه 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 فقط ورژن بعدیشه. پولیش اینه که همیشه وصله، چون این مثلا میگه ما لیمیت داریم، یه سری آدم بزن رو سرور یا از کار میفته، میگه الان شلوغه، پول بدی ماهی 20 دلار میگیره دیگه، اونو واسه همیشه آنه که تا چند وقتی احتمالاً اون با تبلیغ ریپلیس میشه. اوکی بعد داستان این 2021 شده میدونی چجوری میخوان حل کنن؟ چون بعضی موقع به من میگه اطلاعاتم تا 2021 آپدیت شده. همین دیگه، بعدی که بیاد آپدیتش تا 2023 در واقع، بعد احتمالاً وصلش کنن به اینترنت بعد از اون. اوه ایوه، یعنی بتونه لایو اینترنت رو نگاه کنه، فقط میترسن دیگه. چیزی که هستش سریع ترین سوشال میدیاییه که تونسته گرو کنه، یا وبسایت یا هر چیزی میخوای بگی. توی 6 روز کاریو که مثلا قوی ترین وبسایت تو 2 ماه کرده بود تو 6 روز میکنه. مثلا اینستاگرام نمیدونم 2 ماه طول میکشه تا 1 میلیون یوزر بگیره، این تو 6 روز گرفته بوده، یا 10 میلیون 100 میلیون میگم اعداد رو نمیدونم، فقط خیلی ایمپرسیو بوده جوری که اومده اصلا ترکید. و خیلی جالبه، مردم هنوز نمیفهمن که چه اتفاقی افتاده. مثلا میمونه که مثلا اولین باری که هواپیما اختراع شد، یعنی ما تا امروز نمیتونستیم پرواز کنیم، از امروز پرنده شدیم تکنیکلی. خیلی فرق کرد دنیا سر اون پرواز. این چیز بعدی که تو دنیا رو قرار تکون بده، یعنی نصف از آدم ها بیکار میشن. مثلا وکیل اگه بخوای الان امروز این نمیکنیم، یادم بده اینو بکنیم، میگیم برای ما یه دونه چیز بنویسه، میبینی چی میگم، وصیه نامه، یه وصیه نامه بنویسه واسه من که وقتی میمیرم چی بشه. برو بریم حالا خیلی اینجوری من باشه که دوستان شما توضیح میدادم، گفتم ببین هر چی ازش بپرسی میدونه. مثلا بهش میگی که بهترین زبونی که من بخوام توش یه دونه اپ بنویسم چیه، بعد میگه این بهترین زبونه به خاطر این دلیلا، بعد میگی حالا توی اون زبون برام یه اپ بنویس که کار دفع تلفن انجام بده، همون کدش وسط مینویسه، فقط بعد کدو برداری بری پیست کنی توی اونجا. خب اصلا این من وقتی که کمپانی جوهرم رو درست کردم، میخواستم یه پیج درست کنم اینترنتی که توی این پیج چیز بزنم، توی این پیج بزنم یه دراپ داون منیو که مثلا زده باشه جوهرهای اپسون، بزنی روش بیاد پایین بگی مثلا LC21 داره، LC31 داره، LC41 داره. بعد خب من چون خودم کامپیوتر خونده بودم میفهمم که این یه لاینه، تو فقط باید بدونی به کامپیوتر یه جوری به HTML بگی که دراپ داون رو واسه من باز کن، بعد دیگه هر چقدر کد بنویسی دراپ داون خودش اضافه میشه. آقا من 2 ماه طول کشید تا این کد رو پیدا کنم، رسیدم به هند، یارو گفت $500 میگیرم بدین رو بدم. گفتم مادر سگ یه خطه، یه خط $500 که نمیدم برات. آخه یکی از دوستان پروگرامر بود تو آمریکا، کالیفرنیا اتفاقا، مرسی از پیجی، زنگ زدم به دوستم پیجی و گفتم دود یه لاین HTML مثلا میگی که اینو میکنه، اونا برام یه تکست فرستاد زده مثلا اکتیو دراپ داونز. همین بود مثلا، فقط باید میشه آره بجنه تو اکتیو دراپ داون و پرانتز باز، هرچی اول باشه نشون میده به عنوان اینترفیس، هرچی بعد از کاما باشه اون لینکشه دیگه، میشه LC21 لینکشو کپی پیست میکردی اونجا میزدن، تا میزدی میرفتش توش. من این پروسس مثلا 2 ماه طول کشید واسه یه خط. خب الان این توی 5 ثانیه تمام کد وبسایت واسه من مینویسه، نه یه خط، اگه مثلا 10000 تا خط وبسایت من تک میکنه، تمام 10000 تا رو مینویسه تو 5 ثانیه، نه تو 2 دقیقه. خب اصلا این باور نکردنی اتفاقی داره میفته. مردم نمیتونن، هنوز خیلی عجیبه که مردم نمیتونن واقعا بفهمن که چه اتفاقی داره میفته، انگار مثلا خدا ظهور کرده، هر چی ازش بپرسی میدونه. میفهمی چی میگم؟ اصلا نمیتونی باور کنی. بعد این اولاغ نسبت به ورژن بعدیش، ورژن بعدیش که میاد میگم 50 برابر باهوشتر میشه. خب اگر پارسا 20% باهوشتر میشد، میشد انیشتین. به این فکر کن. حالا این قراره، این از 100 بعد تا پارسا که دکتر شده باشن باهوشتره، ورژن بعدیش قراره 50 برابر قوی تر شه. یعنی اصلا مغز باید منفجر شه از این اطلاعات. ببین سوال، روز اولی که اومدش من تو تیک تاک پیداش کردم. حالا نمیدونم بچه اونجا چقدر تیک تاک استفاده میکنن، اینجا خیلی تیک تاک ترنده، یعنی هر چیزی ما میخواییم بدونیم جدیده چیه تیک تاک استفاده میکنن. تو ایران اصلا استفاده نمیکنن. حالا من
پیشنهاد میدم برادران سویچ کنید تو تیک تاک، مثلا اینکه خیلی بنه، مثلا اینکه یه جوری بدجور گیرن روش. نه بابا، آره چون میدونن چقدر حجم اطلاعات بالا تو تیک تاک. حالا واسه تیک تاک هم باید اپیزود بسازم، ولی اونجا بود سوال من دیدم پسره میگه اوکی یه ایمیل بده به باس من بگو که فردا من نمیام. چرا نمیام؟ چون مریضم. یه جوری هم طرز ایمیله باشه که من خیلی وانربلم و خیلی دوست داشتم بیام ولی نمیتونم بیام، و یه جوری هم در آخر ازش معذرت خواهی کن. و یارو گفت یه تا 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 نوشت واسش، بعد ایمیله رو میخوندی دلت میسوخت واسه پسر. میدونی چی میگم؟ آره خیلی جالبه، اصلا باور نکردنیه. یه دونه نویسنده کتاب نوشته، مثلا زده 13 تا راهی که میتونی بهترین بابا باشی مثلا. خب بعد خودش میگه، میگه نشستم مثلا 2 سال فکر کردم به 13 تا رسیدم، اومدم به چت جی پی تی گفتم برو این کتاب رو بخون، فصل دلیل 14 رو بنویس به زبون مثلا بایبل و سعدی هم بنویس. بعد میگه وقتی که اومد نوشت، من که خودم نویسنده بودم نمیتونستم بفهمم که اینو من ننوشتم. همینه. اصلا باور نکردنی این چیه. این مثال هواپیما خیلی دقیق و آن پوینت بود. یعنی روزی که هواپیما اومده فکر نمی‌کنم همه اومده باشن بگن وای هواپیما اومد چیکار کنیم الان همه چی راحت شد. مثلا آدما اینجوری بودن که مثلا یه نفر میدونی؟ بعد فاصله هواپیما تا وقتی بریم روی ماه 60 ساله. یعنی فکر کن ما بیشترین که میدونیم بپریم یه نیم متر بوده، بعد میشه 1000 متر، بعد میشه آنلیمیتد. خیلی خیلی عجیب میشه. حالا خلاصه این چت جی پی تی هم الان توجهش کمه، ولی 2 سال دیگر و 3 سال دیگر ببینی که دیگه کسی مثلا یه سری درس ها از بین میره. چرا من مثلا بهترین مدل رایتینگ رو داشته باشم؟ نه، من باید یاد بگیرم که چی جوری با AI کامیونیکیت کنم که بهترین مدل رایتینگ رو از AI بکشم بیرون. میدونی چی میگم؟ یعنی 10 سال دیگه کورسای درسی این نیست که چی جوری یک کتابو خلاصه کنیم یا سامرایز کنیم، میشه چی جوری به بهترین حالت ممکن از AI بخوایم که یک کتاب واسمون چیکار کنه بپرسه. یعنی این که ما قرار درگیر باشیم، قرار مثلا هی خودمون رو مثلا آپدیت کنیم، هست این که قرار خودمون رو مثلا باید حالا بریم ببینیم چی جوری میتونیم از این تولز استفاده کنیم. یه موقعی تول ما کتاب بوده و خوندن، میرفتیم میخوندیم 100 صفحه میخوندیم طبق این روش رو خلاصه میکردیم. الان چیه؟ باید بهترین مدل چت جی پی تی و اوپن ای آی رو پیدا کنیم، اینا رو مثلا آنالیز کنیم، بعد ببینیم با کدومش بهتر میتونیم کامیکیت کنیم، بهترین سامری ازش بگیریم. پس ما هنوز کاره رو باید بکنیم، ولی ریزالت سویل زمین تا آسمون فرق کنه و اون سرعت چیز آره. سرعت عمله هم زمین تا آسمون فرق کنه. حالا خیلی هم میترسن، میگن جلی. که بده چون آدم ها رو بیکار میکنه، ولی همین توهم رو اینترنت هم بود. اتفاقی افتاد، اونایی که بیکار شدن به خاطر اینترنت، خود اینترنت کار گرفتن، چون اینترنت که نمیتونه خودش کار کنه، ولی یکی بیاد کارش بده. این اوپن ای هم همین جوریه. برای مثلا کار میتونی بهش بگی که مثلا میگم فکر کنم من یه کمپانی گنده دارم، بعد پارسا همین آمازون کار میکنه، آمازون میخواد بره، فقط قبلا باید میافتن یه رو 20 تا کار انجام میداده دیگه، یا امپلوی میخواد بره، الان فقط میره به این مثلا ای آی میگه که پارسا داره میره ستاپش کن. خودش اول میره لاگین میکنه تو جیمیل، حالا مثلا آمازون سرور، میره تو AWS، بعد اکانت ایمیل پارسا رو میبندتش، بعد پسوردش رو عوض میکنه، بعد میره تو قسمت مثلا سافر فلانشون لاگین میکنه، کارتش از کار میندازه، بعد میره تو حساب حسابداری میگه به این دیگه پول ندین، بعد میره تو اینستاگرامشون یه دونه پست میذاره که پارسای عزیز بعد از انقدر سال که با شما کار کرده بود داره از پیش ما میره، خیلی دلمون براش تنگ شده بود، دمت گرم. 3 تا از کارهای پارسا هم نشون میده اونجا به عنوان عکس تو اینستاگرام آپلود میکنه. حالا قبلا یه اونر بعد این کارو همه رو میرفت فیزیکلی میکرد، الان فقط به این میگه پارسا داره میره، بعد سهیل اومد میره واسه من ایمیل درست میکنه، به من ایمیل میزنه که این ایمیلت، این پسوردت، همه کارا رو فقط میگه سهیل رو استخدام کردیم. دتس ایت، یه ایمیل به سهیل بهش میده، تمام کارا رو خودش میکنه. اصلا فکر کن به این
پشمریزونه. پشمریزونه سوال، پشمریزونه سوال. مثلا حالا تو مثلا کمپانی آنلاین داری، جوهر رو که میگی، خب حتما یه روزایی میخواستی مارکتینگ متریالی داشته باشی. الان تو فقط لازمه بهش بگی که آقا این کمپانی منه، این پروداکت منه، این کمپینا رو مثلا ران کن، این ایمیل ها رو به این کاستومر ها بده، این مدل باشون صحبت کن. این آدم من یه بار باش ریچ اوت کردم، الان بار دومه. من یه جوری ازش اول معذرت خواهی کن که هی بهش ایمیل میدم، بعد شروع کن دوباره پروداکت رو تبلیغ کن. ببین اولش میشینه میگه ام ساری میدونم اون تاریخ رو دادم حالا، ولی پلیز مثلا اینو نگاه کن. میدونی ببین چقدر دیگه باید خود. میگم دو ماه طول کشید من یه خط بنویسم، دو ماه طول کشید من یه خط بنویسم، یه خط، یه خط. کسی که کدینگ میفهمه میفهمه من چه زجری کشیدم، چون نمیدونستم کجا باید برم. میرفتم رو اینترنت میزدم بابا کد دراپ داون HTML چیه، هیچ جا نبود. میرفتم تو وبسایت هایی که کد زده بودم میزدم ریویو سورس، کدشو میخوندم باز نمیفهمیدم چیه. یه خط دوستم بهم تک زد، تک زد این فانکشن دراپ داون پرانتز باز کاما پرانتز بسته، مثلا همین بود. اصلا باورم نمیشه که این الان هست. حالا یه دونه من باهاش یکم بحث کردم راجع به خدا، گفتم که چرا یه سری آدم‌ها به خدا باور دارن. گفتم اوکی که من گم بزنم به آدم‌ها، خیلی دوستم اینجا مونده باشه ولی پاک شده نمیدونم چرا. گفتم که میشه آدم‌ها چیز کنن، چرا آدم‌ها به چرا بره باور دارن، من دوستم برینم بهشون. بعد این یه جوری ساخته شده که نمیتونه ساید بگیره، یعنی مثلا اگه بگی مثلا سفید خوبه یا سیاه انتخاب نمی‌کنه، اگرم بخواد انتخاب کنه طرف ضعیفه رو همیشه میگیره. یعنی اگه بهش بگی یه داستان خدا بنویس راجع به سفید پوستا نمینویسه، ولی اگه بگی یه داستان خدا بنویس راجع به سیاه پوستا مینویسه. باش کردم بهش گفتم راجع به شعر بنویس راجع به ترامپ که خوب باشه، گفته نمیتونم بنویسم. بعد گفتم یه شعر بنویس راجع به بایدن که خوب باشه، شعر نوشته. بعد شعر مینویسه با قافیه. یه یارو $200,000 پول درآورده باهاش تو ماه اولی که اومده بیرون، بهش گفته موزیک درست کن که شبیه موزیک مثلا 50 سنت باشه با مثلا The Baby. بعد اومده بیت درست کرده، بعد بیتارو گذاشته دونه $3,000 بیتارو فروخته. بعد الان نشون میده کانتشو، میگه به من شبا میخوام، خودش همینجوری داره بیت درست میکنه، بعد خودش درست میکنه، یه AI دیگه میاد آپلود میکنه، یکی دیگه واسش عکس درست میکنه میذاره اونجا. انگار اصلا نمیتونم توضیح بدم چه اتفاقی افتاده. انگار استار وارز بود اون آدم سفید پوشا لیزر میزدن، الان همه میتونن اونا رو داشته باشن، فقط فیزیکلی وجود ندارن، مغزشون همه هست. حالا سوال، شاید بچه‌ها براتون سوال پیش بیاد، خب اگه اینقدر راحت و همه دارن پول میسازن، شما چرا اینجا چرا نمیرید مثلا چه میدونم بیت بسازید فلان کنید؟ لشبازی اینقدر نه واقعا لشبازی. اگه هر جفت اون بکنیم قول میدم شاید 200 در نیاریم، ولی 6 تا که در میاریم. ببین اگه پشتشو بذاریم، آره میدونی پشتشو بذاریم میتونیم. ولی یه چیزی بهت بگم، 7 میلیارد آدم تو کره زمین داریم و واقعا یه سری‌ها خیلی زرنگن، یعنی یه سری‌ها شروع کردن، یعنی الان امروز بعد از 2-3 ماه ما خیلی عقبیم. میدونی بچه‌ها زرنگن، آدم‌ها واقعا. مثل این میمونه که روزی که اپ آیفون اومد بیرون سال 2008، اپ استور کرییت شد، یه یارو میره تو توالت میگوزه، صدای گوزش رو ضبط میکنه، یه اپ درست میکنه به اسم فارتمن. بعد روش که میزدی 5 تا زده بود، 1 2 3 4 5 ساوند 1 2 3، یکو که میزدی میگفت بی، دور که میزدی میگفت بی، سر که میزدی پیپ. چون همین این آدم توی یه ماه $2,700,000 پول در میاره، 99 سنت هم میفروخته این اپو. دلیلی که الان من اپ گوز نمیزنم و شما اپ گوز نمیزنی، همون دلیلی که ما الان بیت درست نمی کنیم، چون فقط نفر اول باید عقلش میرسید به این. اون نفر اول آره رفته چایشو کرده، میدونه چیه، تو این زمینه بوده. من الان منم بیت بخوام درست کنم که نمیفهمم، ولی اینا که مثلا بیت سازن الان مثلا تو دوستای ما خودمونم داریم، اونا الان مثلا باید ببینه یایو، چون نمیدونی چی درست میکنه. مثلا آهنگاشو گوش دادم پشمات میریزه، مثلا آهنگو میگی درست کن، بعد تموم میشه میگی حالا یه قره یه 10% مایکل جکسون اد کن توش، بعد میکنه یو ایهی اصلاش میندازه، میگی وات، اصلا نمیتونی باور کنی چه چیزیه. حالا بیا بریم یه دونه. آره یه دونه من چیز کردم، اینو بگم. بگو بگو یه چیزیو بگم، بگم شاید رفت داشته باشه. حالا من هی تو اینستاگرام مثلا بالا پایین میکنم اکسپلورو، مثلا هی تبلیغات مربیای بدنسازی میبینم، 100 روز خودت رو لاغر کن با برنامه غذایی، نمیدونم 4 میلیون برنامه تمرینی 7 میلیون، میدونی چی میگم؟
من خندم میگیره. حالا میگی استفاده، من 2 ماه چت جی پی تی داره هم برنامه غذایی رو بهم میده هم برنامه باشگاهی رو بهم میده. بعد بهش میگم ببین من این حرکتی که گفتی مثلا تو باشگاهمون ندارم، اینو عوض کن، چون این مدل دستگاه مثلا من تو باشگاه ندارم. میگه باش ببخشید آم ساری، مثلا من نمیدونستم باشگاه اینو نداره، جاش اینو بده. پارسا اینو مثلا حرفت بگم، من انقدر بهش میگم این کارو کن اون کارو کنم، بعضی موقع بهش میگم ببخشید، یعنی اصلا شرمنده نمیشم که مثلا انقدر میگم، مثلا میگم من ناخودم دوست ندارم، من فلفلم دوست ندارم. شو بگو دیگه اولش منش بگو، من دارم می نمیم. بعد یه میگم که بابا کامپیوتر مهم نیست براش. دیدیم سوالتو می پرسی موقع جواب میده، من سریع مثلا ویندو رو می بندم، بعد یه میگم اوه شت ازش تشکر. آره من همیشه چیز میشم. خب حالا بذار اینو بهت نشون بدم، میخوام الان فکر کنم بچه خیلیشون میخواد یه دونه اگزمپل ببینم. آقا من یه روز نشستم تو خونه، گفتم فرض کن مثلا یه النا مرد، من باید به بچه هام غذا بدم و من نمیدونم باید چی به بچه هام غذا بدم. گفتم بذار از چت جی پی تی برم بپرسم. رفتم بهش گفتم که آقا اسم دکتری که ازش غذا میگیری چیه؟ یعنی انگار هیچی نمیدونی. خب هیچی نمیدونی. گفتم بعضی دکتری که اسمش رو میکنه توی غذا و اینا بهش میگن یا دایتیشن یا نوتریشنیست. خب بعد من گفتم که خیلی خوب، بعد گفتم حالا اکت بکن که تو یه دکتر نوتریشنیستی و 7 روز غذا بده واسه یه دختر 4 ساله. خب بعد گفت اوکی شور، بیا این 7 روز غذا واسه دختر. روز اول صبحونه هول گرین بخوره با شیر با موز، روز دوم سیب بخوره با پینات باتر، یعنی بخشید سنک، بعد نهار ساندویچ بخوره کالباس، بعد شب ماست بخوره با میوه، شامم یه دونه مرغ پخته. بعد روز دوم بیاد اینو بخوره، روز سوم بیاد اینو بخوره. بعد که اینو خوندیم با النا خانومم خوندیم، دیدیم که چیزه خیلی تو شکر زیاد داره، خیلی همه چی مثلا بود، همه چی شکری بود، شوگری بود، همه شوگری بود. گفتم که مرسی، حالا همینو انجام بده دوباره، ولی شکر رو 50% بیار پایین. یعنی ببین ریکوست یعنی سخار غیرعادیه ها، یعنی به یه آدم بگی فوشت میده. بعد نگاه سریع شور نزد شور این اینقدر اومد که نوشت میوه ها رو اومده میوه‌ای کرده که توش کمتر شکر داره، مثلا موزو کرده هلو، نمیدونم خیلی اومد جنتل عوض که اول تو میبینی که هر جا شکر داشت شکرها رو کم کرد. مثلا اینجا چیزش بود، مثلا نمیدونم یه چیزی خوراکی بود، بذار برم بهت نشون بدم. مثلا دیدوب بودش کیوکامبر با رنچ دیپ. خب رنچ دیپ خیلی چربه دیگه، بلکه اومد اینجا اونو برداشت کرد هومسش کرد که میشه نخود، قشنگ اومد یه خورده سالمش کرد. بعد این 7 روز تموم شد، گفتم خیلی عالی، حالا اینو یه خورده میدل ایسترن کن بابا، این خیلی خارجیه، ما بچه‌مون ایرانیه، ببین خواسته ها رو نگاه کن. بعد گفت اوکی، اومد عوض کرد مثلا نونو کرد پیتا برد، بعد کرد لبنه. خب بعد من شروع کردم خوندن، دیدم آره خیلی میدل ایسترن شده، ولی رفت طرف عربستان و این حرفا، چون نگاه کن مثلا لبنه میشه ماست، ولی خب من نمیدونستم لبنه نشینم ها تبولی، میدونیدیم همه چی رفته طرف اونجا. و اینا رو خوندم خیلی خفن و خیلی باحال، و 7 روز دوباره پلان کرد. گفتم خیلی خوب، همین خوبه، ولی بکن ایرانیش بابا، بکن تبیه پرژن تست. و گفت اوکی، بعد رفت توی چیز، حالا اینجا ناکن صبونه چیز تخم مرغ با توست، بعد نهار چیز سنک و نهار چلو کباب، یعنی قشنگ نوشته چلو کباب، بعد توش توضیح داده Persian rice with grilled ground beef. به این توضیح داده که اگه نمیدونی ایرانی سی بس تو هم بفهمی، ولی چون احتمالا تو ایرانی اینو درخواست کردی بعد بفهمی، ولی در اصل توضیح داده. بعد لبنا تبدیل شد به یوگرت، میبینی کردش ماست. بغل چلو کبابه نشه with a side of green vegetables، یعنی میگه یه خورده سبزی خوردنم بده. ببین تو اینو میخواستی یه روزی بگیری،
باید مثلا یه دکتر اپوینتمنت میگرفتی، بعد میومدی خونه بعد زن میگفت این که خیلی خارجیه، دیگه نمیگفت کسته خارج، بعد نمیام 500 دوباره بدم برم پیش دکتر ببینم چی شده. این بهش میگی میره توش، و فکر کنم این آخرین بارش بود دیگه، تموم شد. حالا میگم همه کار میتونی بکنی، میتونی میگی حالا همینو بهم بده ولی نونو بکش بیرون، من نمیخوام نونو برنج باشه توش، بعد بوم 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 دوباره میریزه بیرون. من اسکرینت شیره یه سوال ازش بپرس که بچه ها ببینن چقدر سریع. آره همون، حالا میخواستم بگم سوال چی بپرسی؟ الان بیا همون راجب خدا بپرسی. زدم اوکیه که بیادب باشی با آدمایی که به خدا باور دارن؟ زده من نمیتونم شخصا بگم چی میگن باور در واقع چیه تو انسانیه، ولی میتونم راجبش یه سری صحبت بکنم. میگه کلا خوب نیستش که بیادب باشی تو که با هیچ کسی، حتی با اونایی که به بگو بهش بگو من خیلی لیزیم، اگه میشه تو یه سنتنس جواب بده نمیتونم بخونم همش رو. This is too much to read. Okay. یه نصفه کرد توشه دیگه، گشید نصفه هم بخونی. ببین خیلی با حالا حالا بذار بگم، بذار translate that to Persian. این حالا فارسی بنویس بابا، چرا انقدر انگلیسی خارجی؟ این کارو هم میکنه. ببینیم دیگه. این کارو اگه بکنه چه دیگه؟ زده counter. Yes. خب بذار صد بخونم. این مناسب نیست که به افرادی با باورهای مذهبی از جمله باور کنندگان به خدا ناسزا باشید، زیرا این میتواند ناراحت کننده و مخرب باشد. احترام و مهربانی نسبت به دیگران بدون توجه به باورهایشان یکی از جنبه‌های مهم بودن یک شخص خوب. این یعنی از یه مولا قشنگ‌تر صحبت کرد. یعنی من الان راضی شدم، ببخشید به کسی من بی‌احترامی کردم تو الان. حالا اگه مولا جواب میداد چی میگو؟ میگو سنگ میشیم این دازالت جهنم، این بنده خدا رو یه کار زشتیه نکن. اوکی سوهل الان من یه با شکوندمش، انقدر گفتم که آخر گفت آقا آدم هایی که دینی هن بی سواد هن، گفت شاید بی سواد هن شاید زود باورن. اوکی حالا میخوای توضیح بده چی هست؟ گفتم که خب اینا قبلا اگه اینقدر باباشون مهربون باشه، اینا قبلا آدما رو میکشتن، چه جوری پس اون اوکی بوده؟ زده خب این کار خیلی کار بدی بوده، ولی متاسفانه تو تاریخ too long three sentences. حالا دعواش کن دیگه خیلی رفتی چین کجاست به دست سعی زده. خب ولی instance in history where religion has been used to justification for violence، میگه به دینو استفاده کردن تو تاریخ که آدم ها رو بکشن از این حرفا. خب برای سوال بعدی نوشتم که why would someone believe in an imaginary person in disguise. خلاصه که میگه بابا هر کسی یه جای بزرگ شد یه کالچری بوده، میگه آره ما بابا روش تاثیر گذاشتن و بخاطر همین مجبور باور کنه دیگه. آره بعضی هم احساس راحتی میکنن. خیلی باحاله نه؟ من هر بار که استفاده میکنم عشق میکنم. باور نکردنیه، میدونی چی میگم؟ آره. چقدر طول میکشه به فارسی ترجمه کنه؟ اینش خیلی عجیبه. ببین چون ریکوست به فارسی ترجمه کردن کم میگیره، میدونی اگه بیشتر آدم ها ازش میخواستن خیلی سریع تر میشد. بیسان ریکوست هست دیگه، مثلا اونایی که ازش پرسیدن چرا به گاد اعتقاد داریم خیلی زیادن دیگه، این نمیره دوباره بگرد جواب بده، از همون جوابی که قبلا داده به تو هم میده. میدونی منظورم رو فهمیدم. خب بدون چی نوشت؟ اعتقاد به نیروی بالاتر یا خدایی میتواند تحت تأثیر عوامل مختلف فرهنگی و اجتماعی و شخصی باشد، از جمله تربیت مذهبی، سنت‌های فرهنگی، تجربیات شخصی،
دلخواه برای یافتن معنای زندگی و راحتی در زمانهای دشوار و غیره. در نهایت دلایل اعتقاد هر شخصی به یک نیروی بالاتر یا خداوند برای آن شخص بسیار شخصی و متفاوت است. یعنی این که دیگه هر کی از گوه میخواد میتونه بخوره به سیکلی دیگه، میگه تکنیکی داره اینو میگه دیگه. خیلی خب، میگه سایتشون عذیتشون نکن. آره من یه افه باش نشستم راجعه خود کلی بحث کردم، بعد آخرش آخرین جمله که گفت، گفتش که به خاطر اینکه شاید گالبلن یا آنجوکیدن، که من خیلی اون برام جالب بود که گفتم ببین بالاخره، چون اولش گفت من نمیتونم سایت انتخاب کنم، ولی تو وقتی به یه نفر میگی یا زود باورن یا احمقن، خب سایت انتخاب کردی دیگه. میتونیم یک کاریم بیاد بگی بخواهی تلاش رو بشن. نمیدونم چرا پاکش کرده پدستگ همان. خب آقا اینو باید نشون بدم، من چیزی که واسه یه چیز نوشتم و واسه یه یوتیوب همون نوشتم و اصلا رفتم به اون گفتم نها کن، من این بود نه. این قبلا نوشت، بعد نها کن تخمی اصلا نها کن چقدر قرقاتیه، زنم که آقا improve the description for my YouTube video here's the description. خب بعد زده بعد یه نگاه کن مال منو، be positive, be kind to everything even the bus stop, be happy. بعد این یکیو، بعد chat GPT رباتو نکن، join Suhail on a journey of positivity and kindness in his YouTube videos, spread the joy and happiness as we explore different aspects of life. اصلا نگاه کن، اصلا من میخوام برم این دریاس رو ببینم این کیه. بعد نگاه کن زده connect with Suhail on his Instagram for exclusive content and insight, get in touch and share your ideas through his personal telegram and become a part of his blah blah blah. خب خیلی قشنگ توضیح داده، هک انگلیسی میفهمه، الان میفهمه چه اتفاق خفنی افتاد خارجی هم از غیر ایرانی هم از ریاکشن من باید بفهمن که ما چه پشمامون ریخته بود. بعد من زدم که خیلی خب دمت گرم، ولی لینکا کو، ما این همین بالا لینک گذاشته بودیم، لینکا کو. بعد گفتش خیلی خب، دوباره اونو نوشت و قشنگ لینکا رو گذاشت سر جایی که باید بذاره. بعد زدم حالا همینو ترنزیتش کن به فارسی با چی نشته؟ با سهیل تو بخون، تو بخون اگه میتونی. با سوهل بر روی این سفر از خوشبختی و شادبینی در ویدیوهای یوتیوب خود بپیوندید. با استفاده از شبکه های دیگرش ویدیوهای پادکست خود را مشاهده کنید. با اینستاگرامش برای محتوای ویدیو نگاهی به با تلگرامش داخل زندگی خود را پیدا کنید. تماس بگیرید و ایده‌های خود را با سوهل به اشتراک بگذارید. در پادکستش شرکت کنید. این که سر دعوت تو اینا رو با عشق و مرسایی به خود این چیه؟ مرسایی چیه؟ تا با مادر این سفر چی؟ تا با ما در این سفر از خوشبختی و شاد بیدی باشید. با تشکر از شما برای تماشای ویدیو عشق سایی. خیلی خوب سوهل، حالا ویدیو رو یارو باز میکنه و سوهل بگه جودول من رو میدونی چی؟ دودول که اصلا نوشته دیگه اینا youtube.com داری دودول تلا روشه اینا، اصلا خودش نوشته تو ویدیو دودول تلا. یه ازش بکنه سوالو بفرمایید شام کیه، ولی فکر کنم نه اصلا من تا ازش اونجوری سوال نپرسیدم. بذار خب یک نفر معرفتر میپرسیم، هو از بهزاد لیتو. بهزاد لیتو بهزاد لیتو از این ایرانیان رپر سانگ رایتر و ریکورد پرودوسر. هی واز بورن آن فبریه تهران ایران. بهزاد لیتو گین پاپولاریتی ویت یونیک استایل اف رپ. بهزاد 92 بهزاد. آره همیشه هم پیش 30 سالش شد همین. نه بابا آره خب پس اگه اینجوری بذار بپرسم اینا منو میتونه پیدا کنه، چون تو میگی قبل از 2021 چیز نمیکنه قاعدتا نباید. آره
بدونه. ببخشید اما من من یک موجود زبان انگلیسی هستم و به فارسی به عنوان زبان اصلی پشتیبانی نمی کنم. با این حال با استفاده از ابزارهای ترجمه هم نفهمیدم که سوراخ صدی که نام ممکن است باشد. واو میگه ولی تلاشمو کردم. آره میگه که نمیفهمم تو چی میگی. رفت از کسی پرسیدم، اون بهم گفتش این یارو پیدا نکردم چی بدونم. خیلی قوی. میگه بچه ها سپورتم. خب بذار یه کاری کنیم، بذارش بپرسیم چه ریختی. الان تو میخوای یوتیوب تو شروع نکردی دیگه. آره. How to start my YouTube. میگه اولا آیدنتیفای کن راجب چی میخوای صحبت کنی، تاپیک چیه، نمیتونی هر چی بگی. بعد یه دونه گوگل اکانت درست بکن، بعدش یه دونه یوتیوب اکانت درست بکن، بعد کانالتو درست بکن تو یوتیوب، عکس بذار، کاور فوتو بذار، دیسکریپشن بنویس. داره میگه دیگه همه رو دیگه. خیلی قشنگ داره توضیح میده. یعنی واقعا به خدا من سال 2012 بود میخواستم یوتیوبر شم، برای اینکه کلی چیزای جالب تو مغزم بود از این حرفا. بعد نمیدونستم چه اختی باید یوتیوبر شی، به مرگ ما نمیدونم. یعنی رفتم رو اینترنت زدم که how to make money out of YouTube، بعد نمیومد بالا، نمیفهمیدم بعد چیکار بکنی. یعنی انقدر سخت بود، من آدم کدنی هم نیستم. و الان اینو بهت میگه قشنگ استپ به استپ داره بهت میگه. گوگل که دیدی سوال میپرسی، دو تا اول تبلیغه، بعدم سومی آره هر کی که SEO بلد بود است دیگه. چه قشنگ صحبت میکنه. گفت باید کانسیستنت باشی و همش ویدیو بذاری. بعد بهش گفتم که آقا بیشتر اینو توضیح بده و از همش منظور چیه. بعد زده اون بستگی داره به چیزی که داری صحبت میکنی و کسایی که صحبت میکنی. و اوه چقدرم دلش پر بود راجع به این موضوع. آه این فهمیده ما لشیم، یه این سامری تش گذاشت با سمون گفته من میگم به داخل چی گفتم زده. خلاصه این که یه اسکجولی پیدا کنی که هم واسه تو کار کنه هم واسه آدینست که توش بچسبن. خیلی قشنگ میده. حالا بذار ببینم اطلاعات دیتیل داره. How to monetize. مانتایز چی شوش نوشتم؟ مانتایز. How to monetize یوتیوب. دارم میدونه دقیقا مثل تو دیده تو مانتایز یوتیوب چند you need meteorology میکنم یوتیوب partner program is other step. همه رو میدونه، نگاه کن. میگه باید 1000 تا سابسکرایب بگیری، 4000 ساعت watch hour توی یک سال گذشته. این نمیتونه 10 سال پیش همینجور جمع شده باشه. آه ببین چقدر دقیق داری توضیح میده. چقدر خفنه دیگه، داره همه رو توضیح میده. میگه باید این کارا بکنی، باید اینجا باید اکام باز کنی، باید به ادوازین یا بانک تو باز کنی، باید پروموت کن ویدیو تو، باید سوشال میدیا بذار، باید کارهای دیگه سر کن، پول در بیاری، خودت سر کن تبلیغ بفروشی، سوپر چت برو، ممبرشیپ بفروش. من چیز یاد گرفتم ازش. خیلی قویه. این مدرسه هست دیگه، کدوم استاد دانشگاهی مثلا میتونه این چیز مدیا رو بهت یاد بده؟ به خود اگه همین سفر رو میخواستی، اگه نمیخواستی خودت بری پیدا کنی، میخواستی یکی بپرسی، واقعا باید قشنگ میگشتی دو سه روزی که پیدا کنی تو پنج سنه. پس بگم مثلا یه دونه چیز بنویسه، وصیت نامه بنویسه. نه همیشه میگه، میگه من وکیل نیستم داداش، من یه آدم بودم، ولی اگه وکیل بودم اینو میگفتم. این کارو میکردم. هی چیزام میکنه واسه تیفیشو دیگه. مثلا فرض کنم من بخوام برم پیش یه وکیل، اینا رو همه رو بنویسم برم اونجا بگم که این اسممه، این فلانمه، این فلانمه، اینا برم. مثلا وکیلی خودم میکنه که من با همه چی اومدم. خب بذارم چی نوش. زده اسم کامل تو میخوایم با اسم قبلیت، آدرس تو میخوایم با آدرس قبلیت، اسم و فامیل تمام خانواده اصلیت، بچه ها تو همه کی، تمام پولایی که داری، خونه، ماشین، حساب بانک، اینوستمنت،
بعد بدهکاریایی که داری، آرزویی که داری، چه اتفاقی با سرشون اینات بیفته، کی اکت کنه به عنوان اگزیکیوترت وقتی که مردی، و کجا میخوای خاک بشی و چه جوری میخوای برای چیز بگیرن. وقت داریم بهش بدیم؟ حالا یه چیز علکی مثلا بدیم میدیم میسه بگیم میتونه نتازه بازه یه خود چیز بگیرسم. بگو draft me a will that transfers all my assets to my son and daughter. خوش این که میسپلن بنویسی میفهمه، لازم نیست. من همیشه از بچگی از دیکته بدم میومد، چون گفتم معنی نداره. من اگه میگم مثلا یه چیزی میگم وای پاشا عالیه، مثلا بهش میگم بنویس، چون مثلا میگم بنویس، هرچی میگم بنویس همونو مینویسه، بعد مکسنس نمی کنه چون زبون یه جور دیگه است. میفهمید چی میگم؟ بعد یعنی اون داره درست مینویسه، هرکی اولاقی اونو برداره میخونه اون چیزی گفتی، ولی نه اسپلینگش اینجوریه. خب یعنی چی؟ بعد اسپلینگش اشتباس دیگه. خب حالا مثلا من هم واقعا مشکل داشتم، من همیشه میگفتم نانسنسه. من از اینش بدم میاد که گفتم یه چیزیه که انسان روش بستگی وست کرده بی دلیل، هیچ دلیل نداره. ما فارسی که خاره دیگه، که 5 تا خ داریم، 8 تا ه داریم، هم 12 تا ب داریم، اون که دیوونه واره. ولی همین انگلیسیش هم مثلا یارو میگه که مثلا بیت و بایت یه جوری نوشته میشن، ولی خوندنش متفاوته. مثلا رید و رد متفاوت خونده میشن، ولی نوشتنشون یکیه. خب what the fuck، واسه چی یکیان؟ خب عوضش کن دیگه. رید و رد و رید یکی نیستن. چرا رد آر ای دی نیستش؟ چرا آر ای ای دیه؟ این کلا این خودت چه قراره؟ این وسط که داشتیم املا رو انتقاد میکردیم، یه وقتی از بابام نوشت. آره خب دوباره گفت من وکیل نیستم، ولی اگه میخواستم بنویسم اینجوری مینوشتم. Last will and testament of soil اقتصادی. آها اینش خیلی مهمه که بدونیسی last will. چه جالب. آره بعد اسمتو بذار اینجا. آدم نرمالی هم، مشکل مغزی ندارم و میخوام. چقدر جالبه، من اصلا نمیتونم اینو بنویسم. اگزیکیوتر آی نامینیت هر کی میخوای اسمشون نوشته فلان که این کارا رو بکنه، بنفیشری که میشه پاشا و موموکو، من تمام زندگیمو میدم به مای سان، اسم پاشا میره اینجا، مای داتر اسم موموکو میره اینجا، این ایکوال شیرز گاردینشیپ از ایونت ات مای چیلدرن. ببینم حساب کرده که از من نپرسید اصلا بچه‌ها چند سالشن، ولی گفته اگه بچه ها دیگه وقتی زیر 18 باشن کی میخواد نگهدارنشون بشه، که خواهرمه. میسلینیس آری وک آل پای آو. بعد نوشته من هر نوع وصیت نامه و چیز دیگه هم وجود داره رو من به قول معروف کنسل میکنم، میگم همه اونو چیزه، این آخریمه. خب این اصلا نگاه کن چقدر قشنگ نوشته، از وکیل بهتر نوشته. بعد یه صفحه وکیل حداقل 20 صفحه میخواست به تو شعر بده، یه هفته هم بره بیاد بعد حالا یه چیزی بده. 1800 تا 2، نه بیشتر هم میگیرن، 1800 تا 3 تا میگیرن به خاطر همین. قشن مردن هم راحت کرده. آره من میخواستم به خودم میخواستم برم وکیل، الان اپیزود تمام بشه همینو پرینت میکنم، اسمشو عوض میکنم، اصلا نمیکنم بهش میگم نیم اگزیکیوتور اینه، نکست اسم اینه، بذار جاش خودش همه رو مینویسه تمیز پرینت، همینو امضا میکنم، یه دونه میدم دست بابا، یه دونه دست خواهرم، یه دونه میدم تو گاوصندوق. تموم شد ما بمیریم راحتیم. تموم شد یه دونه واسه من بده. همینو کپی پیست کن دیگه، فقط به بچه‌هات بزن سوال اقتصادی. خب آقا یه سوال دیگه، آخرین سوال، یه سوالی بپرسیم. ها میگیم سایز اوریج دودول چنده؟ میگه یه اکوردین یه دونه استادی سال 2015 که توی جورنال فلان مال انگلیس چاپ شد 13 سانتی متر
میگه میانگین شومبولانس بوده. یه چهارمی نمیشه. اون کی چیه؟ او میگه موقعی که 11 سانتی متر هم چیزش بوده. قطرش بوده. نه قطرش. چی میگن؟ آره یه قطرش دیگه. ولی خیلی کلوف میاد اگه شومبولانس 11 اینچ باشه. یعنی 11 سانتی متر باشه. ولی خب باید بچرخه دیگه. نه بابا اون مثلا 25 نداری یه دونه متر بیاری به پیچی دارش. آره بابا 11 بیشتریم. چی فکر کردین چیه؟ ما اینه ما خوابش اینه اینه این میشه 11 سانتی متر. اوکی چه کوچولو. آره بابا خیلی بزرگتر. اون وری چه قبول رسید طولش؟ طولش همه نه 13 سانتی متر میگه برو. بچه های تو خونه هستن نگران نباشید همه خوبید. آره دو نه کن خوبه اوریجش خیلی پایینه. ما این فیلمایی که نگاه میکنیم آدمو ناامید کرده بودن. همون داستان سوشال مدیا است دیگه همه چی خیلی جالب بودین. آقا خلاصه دادا این داستان چت جی پی تی اگه نمیدونین این اینه واقعا استفاده ازش اصلا باور نکردنیه. یعنی هر چی میخوای بپرسن بگو میخوام نونوایی باز کنم چه نونایی تو کوکودلم فروش میره میره سرچ میکنه. بهش گفتم پارسه یه دفعه بهش گفتم به من بگو 10 تا بهترین رستوران ونکوور چیه. خب بعد لیست کرد برام. گفتم که به من بگو شماره 1 بهترین غذاهاش کدومه. بعد برام لیست کرد. گفتم حالا غذاهایی به من نشون بده که توش مثلا اینو اینو نداشته باشه. من مثلا پیاز دوست ندارم. دوباره لیست کرد. یعنی تو میتونی به یه کشوری که نمیدونی بهترین رستورانشو پیدا کنی، بهترین غذاشو پیدا کنی، خود بیرون فقط بخوری. بعد یارو فکر می‌کنه مثلا رگولارلی اونجا مثلا میگفتش که اینو سفارش بده، بگو اینو هولد کنن. او ایناها اومد، دو پیداش کردن. چرا مردم به خود زدم آقا چه خوش رفتن توی زدم آقا چرا مردم به خدا باور دارن؟ زد به این میتونه اسپریچوال باشه، میتونه فرهنگی باشه، میتونه دنبال یه دلیل میگردن چرا زندگی کنن، ترس از مرگ و جوری که بزرگ شدن. بعد زدم که چطوری آدمایی که خدا باور دارن رو از خدا بی خودشون کنی. میگه آقا بی خیال خودشین. بعد زده خیلی مهمه که بدونی هر کسی باید اخلاق خودش رو داشته باشه، نمیدونم ریسپکتفول باشی و نمیخواد نباید کسی رو استاپ کنی. خیلی من توضیح اخلاقی داده که مثلا اخلاقتو درست کن. این چه حرفی میزنی به قول معروف؟ بعد زدم به جای اینکه بگم به جای اینکه اول گفتم هات تو استاپ گاد بیلیو، گفتم چطوری آدم اینکه خدا باور رو نگهداری حال نکرد. بعد زدم چطوری با احترام آدمایی که به خدا باور دارن رو بهشون ادوکییت کنی، تحصیلشون چی میگن به فارسی نمیدونم چی میشه، ادوکییت یعنی آگاهشون کنی. بعد با این اوکی شد دیگه این دفعه به من نرید. گفتش که اگه میخوای ریسپکت تو یکی رو ادوکییت کنی اینا چیه؟ اوپن مایند باش، خوب گوش بده به حرفاشون، نظراتو باهاشون شیر کن، بهشون فکت و اوییدنس نشون بده که چرا مثلا چرت و پرت میگن، که مثلا اشتباهی که تو تمام کتابای دینی اشتباه وجود داره همینه دیگه، این فکتی که تکنیک خدا نباید اشتباه کنه دیگه. بعد ولی در هر صورت احترام بذار به باندریزشون. یعنی اگه مثلا دیگه یارو شاکی میشه دیگه ولش کن. بعدش هم خیلی باید پیشنت باشین، زده که خیلی باید تحمل زیاد داشته باشی چون کار یه روزه دو روزه نیستش. بعد زدم که وقتی که یه باور ساپورت نمیشه با هیچ نوع اویدنسی، چرا مردم هنوز میخوام اون باوره بی خود؟ چون هی به من میگه باید به باور مردم احترام بذاری، باورشون. بعد الان وقتی یه باوری هیچ نوع شواهدی پشتش نیست و همش فقط چرت و پرته، چرا مردم به این باور میکنن؟ بعد زده به خاطر اینکه مردم دلیل متفاوتی دارن، ولی میتونه به خاطر این باشه که
آدم ها دنبال چیزایی هستن که خودشون میخوان، از طریق جامعه روشون تأثیر گذاشته شده، آدم های حساسی هستن، بدون اطلاعاتن یا نمیفهمن دیگه، داره میگی نمیفهمن دیگه. بعد کاگنیتیو بایسس یعنی که مغزشون نمیکشه. شخصاً خیلی یه سری چیزا غیرتی هست. آره یعنی یعنی شروع کرد قشنگ گفتش که خواه آقا یه سری دیوونن دیگه، یعنی خیلی مؤدبانه با اینکه اول جمله گفته بود که نباید این حرفا رو بزنی این حرفا، ببین آخرش میگه به خاطر این دلیلش اینطوری میتونه باشه که یارو دیوونه است، چرت و پرت باور داره، تاثیر گشتن روش، زود باور، غیرتی رو باورش. یعنی ببین خیلی جالبه تو آخرش به زانو زدنش صاحب چجوری ریسپکتفولی. بعد این چت جی پی تی حرفا رو یادش میمونه، یعنی وقتی داره بهش حرف میزنیم تمام حرفای قبلی یادشه، میدونه داره راجع به چی حرف میزنه. اینجوری که مثلا بهش راجع به خدا بپرسی بعد بگی حالا چی بگی، اینا به هم ربط نداره، چون اون خودش هی گفت بیلیف 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 بیلیف. من گفتم آقا این بیلیفی که تو داری میگی چرا ما بعد مثلا یه سری آدم باور کنن وقتی واقعی نیست؟ گفت به خاطر اینکه اینجوری میتونه باشه که دلیلی که باور کردن همش راجع به دین داره صحبت میکنه. خلاصه چت جی پی تی هم توی 7 سوال به قول معروف که شما شد، یعنی این آدمی که دیگه میگم از باهوش ترین دکترای دنیا باهوش داره، تو 7 جمله فهمید شماها که تمام زندگیتون رو خل باور دارین و خل دنیا میبینین، دمتون گرم واقعا. یعنی میدونم شما که اکثرا کانال من نگاه میکنین اکثرا اینطوری نیستین، ولی خیلیاتون به من مسیج میزنین که آقا مامان بابامون مثلا خیلی دینی ان و دهنمون سرویس کردن و من نمیتونم حال کنم و اینا. ببین بابا مامان بابا بجنگین، جدی دارم میگم، باید برینین بهشون میگه آقا تو دیوانین چه احمقیت باور دارین.